شبکه تلویزیونی CNN در گزارشی از تلاش جمهوری اسلامی برای دسترسی به حساب‌های کاربری معترضان در شبکه‌های اجتماعی و استفاده از اطلاعات آنها در جریان بازجویی خبر داد. فعالان حقوق بشر در داخل و خارج از ایران سال‌هاست که درباره امکاناتی که جمهوری اسلامی از آن برای دسترسی به تلفن‌های همراه معترضان استفاده می‌کند، هشدار می‌دهند. مهدی سالمی فر همراه ماست. روزنامه‌نگار حوزه فناوری مقیم کانادا. آقای سالمی فر، شرکت‌های فناوری برای مقابله با چنین وضعیتی تا چه اندازه مجهزند؟ آیا توان متوقف کردن این روند رو دارند؟ این سوال مهمی است که در گزارش CNN هم مطرح شده. بله، گزارش CNN اصلا حول همین سوال می‌گرده که اون چیزهایی که شما برای در حقیقت تایید هویت کاربر مشخص کردید مال این موقعیت و این وضعیتی که کاربران ایرانی توش قرار دارن نیستن. چند تا شاهد هم آورده با چند نفری که اکانتشون در زمانی که بازداشت بودن در حال استفاده شدن بوده صحبت کرده، همینطور به طور خاص نیکا شاکرمی. یعنی ما میدونیم از روزی که نیکا شاکرمی گم شد تا روزی که به خانوادش اطلاع دادن که کشته شده، در همون ساعت اولیه اکانت تلگرامش از کار افتاده، اکانت اینستاگرامش در حقیقت برنامه خواست خانواده متوقف شده بوده، اما در 28 اکتبر به نظر میشه اکانت فعال شده. همه اینها شواهدی است که نشون میده که آدم ها چه حتی زمانی که از دنیا هم رفته باشن، جمهوری اسلامی همچنان سعی میکنه با استفاده از اکانت اونها در شبکه اجتماعی یه کاری بکنه. جمهوری اسلامی برای این کار چند تا ابزار داره. یکی هم نرم افزار سیام هست که گروه اینترسپت تقریبا 2 ماه پیش اطلاعاتش رو منتشر کرد. با استفاده از این نرم افزار همه ارتباطاتی که به گوشی میره رو میتونه کنترل بکنه. یعنی اگه حتی شما برای تایید هویت 2 مرحله ای هم بخواید از طریق تماس تلفنی حتی یا در حقیقت پیامک بخواید کد رو دریافت بکنید، جمهوری اسلامی میتونه این وسط بین شما و اون شرکت مثل شرکت متا یا تلگرام قرار بگیره و اون اطلاعات رو استخراج بکنه. همینطور نرم افزار دیگه ای داره که قبلا گروه بچه گربه مرس برای هک ها ازش استفاده کرده و از اون میتونه در حقیقت تایید هویت 2 مرحله از طریق ایمیل اگر ارسال بشه هم در حقیقت اون کد رو در بیاره، حتی بدون اینکه کاربر بفهمه که اون ایمیل باز شده و خونده شده، به صورت آنرید یعنی نخونده شده باقی میمونه، ولی جمهوری اسلامی میتونه بره داخلش و کد رو از اون در بیاره و استخراج بکنه. بنابراین همه روش های تایید هویت 2 مرحله ای که شرکت های غربی پیاده سازی کردن برای جلوگیری از دزدی و فیشینگ و کار اینطوری بوده. هیچ وقت با یک دولتی که سازمان یافته اینطوری از شهروندانش جاسوسی میکنه با این سطح مواجه نبودن. برای همین در مقابله با جمهوری اسلامی این روش ها به نظر میرسه که طبق این گزارش CNN حداقل مواردی وجود داره که این روش ها کار نمیکنه. خب آقای سالمی فر، به درستی اشاره کردید که یکی از راه‌های نفوذ ماموران به برنامه‌های تلفن همراه معترضان و اطلاعات اونها و البته به دسترسی به تلفن مخالفان حکومت، شرکت‌های مخابراتی تحت تسلط حکومت هستن که اغلب پیام‌های تایید رو که حتی 2 مرحله هستن از طریق اونها برای کاربران فرستاده میشه رو به دست حکومت میرسونن و به هر حال اونها به اطلاعات دسترسی پیدا می‌کنن. چه راه‌هایی وجود داره که معترضان از این دسترسی حکومت در امان باشن؟ شما بهش اشاره کردید که هیچ وقت با یک حکومتی که بخواد این کار رو انجام بده روبرو نبودن و در حقیقت با کسانی که فیشینگ میکردن این افراد روبرو بودن. آیا واقعا راهی وجود داره برای اینکه بشه جلوی دسترسی حکومت رو گرفت به این اطلاعات؟ بله، یه نکته اینه که این فعالیت ها به صورت در حقیقت ابعاد بزرگ نمیشه انجام میشه. یعنی اینا باید یک هدفی داشته باشن. مثلا مرحوم نیکا شاکرمی به موبایلش دسترسی دارن، خطش هم شمارش رو میدونن چیه و میشن شروع میکنن جاسوسی باشه. یعنی در ابعاد بزرگ نمیتونن همه کاربران رو باشون این کارو بکنن، اما به هر حال هیچ کسی در امان نیست. حتی اگر کسی در اعتراضات هم میره بیرون و موبایل هم با خودش نمیبره، اگه دستگیر بشه بعدن میان خونش و گوشیش رو میبرن و با استفاده از اون نرم افزار سیام حتی میتونن لوکیشنش رو پیدا کنن و غیره و ذلک. برای چی کار باید کرد؟ یک راه اینه که این شرکت ها مثلا همین شبکه های اجتماعی توییتر و اینستاگرام اینا، موقعی که شما میخواید تایید هویت 2 مرحله رو روشن بکنید، یک در حقیقت ابر پسورد 6 یا 8 کاراکتری میدن که میگن این در حقیقت
کد تایید هویت دو مرحله یک بار مصرفی که اینو باید یه گوشه نگه دارید برای اتفاقات مهم. بعد از شرکت 8 از این کدها تولید میکنن. یه راه اینه که با استفاده از اون کدها صرفا لاگین بکنید، اما راه مهم اینه که به هر حال در زمانی که اگه کسی میخواد از خونه خارج بشه به قصد اعتراضات و در شرایطی که امکان داره که ممکنه که در حقیقت موقعیتش در خطر باشه، بهتر اینه که پسوردش رو، یعنی از کسی که بهش اطمینان داره ولی دسترسی است مثلا خارج از کشور یا هر طریق دیگه، بخواد که پسورد اون فرد رو تغییر بده و بدون اینکه در حقیقت اون فرد صاحب اون اکانت بدونه از خونه خارج بشه. به این ترتیب جمهوری اسلامی با هر چقدر فشار بیاره نمیتونه دسترسی پیدا بکنه به پسورد، به خصوص اگر اینکه کسی در خارج از کشور دسترسی داشته باشه و بتونه اطلاعات اون اکانت رو مدیریت بکنه، اتفاقی که برای اکانت توماج صالحی افتاد. این تنها روشیه که میشه جلوشو گرفت، ولی باز هم به هر حال نمیشه در همه ابعاد بزرگ و برای همه افراد به کار برد. شرط خیلی سختیه و همونطوری که گزارش سی ان ان گفته هنوز دنیای آزاد و این شرکت‌های ارائه دهنده خدمات سوشال نتورک برای همچین موقعیتی آماده نیستند. های سرین فرید، در گزارش CNN آن چیزی که آمده این که حکومت یکی از تلاشهاش برای کنترل اینترنت، یعنی در حقیقت کنترل که نه قطع اینترنت در ایران هستش، فکر میکنید که آیا با توجه به هر حال با توجه به این که بسیاری از کشورها در تلاشن که دسترسی آزاد اینترنت رو به ایران بدند، چقدر امکان داره که واقعا اینترنت در ایران قطع بشه؟ بله، ببینید این یک در حقیقت نزاع بین خواسته حکومت برای دسترسی قدم دسترسی کاربران ایرانی به جهان آزاد و در حقیقت تلاش کاربران ایرانی. این نزاع 20 ساله که ادامه داشته، هر دفعه تکنولوژی های جدیدی حکومت بهش دسترسی پیدا کرده، اونها رو پیاده سازی کرده، بعد از مدتی کاربران تونستن روش های برای دور زدن اون تکنولوژی پیدا کنن. اما متاسفانه با توجه به اینکه حکومت بودجه زیادی صرف این کار میکنه، روز به روز حکومت تونسته این دایره رو تنگتر بکنه، تا اینکه الان ما به جایی رسیدیم که تقریبا با فشارهایی که داره میاره برای انتقال در حقیقت دامنه های .com به .ir و همینطور انتقال هر نوع فعالیت مالی به سرورهای داخل کشور، شرایطی رو فراهم میکنه که قطع کامل اینترنت کم هزینه تر و کم هزینه تر بشه. در شبکه ملی اطلاعات زیر ساختش تقریبا آماده شده، اما یک سری خدمات پایه‌ای احتیاج داره که وجود اونها در حقیقت کمک میکنه که شبکه ملی اطلاعات بتونه از اینترنت خلاصی پیدا بکنه. در آبان 98 اونها یک بار این کار رو امتحان کردن و اومدن شبکه رو قطع کردن. ما میدونیم که در عرض یک هفته یا مثلا 10 روز جمهوری اسلامی میتونه تحمل کنه، اما بیشتر نمیتونستن تحمل کنن چون فعالیت های اقتصادی وابسته بود به اون و بیشتر از اون نمیشد در حقیقت متوقف کرد فعالیت های اقتصادی. کارهایی که در این دو سال کردن در توسعه شبکه ملی اطلاعات و اون چیزی که ما میدونیم شرکت های مختلف در حوزه های مختلف کمک کردن در زمینه موتور جستجو و در حقیقت ایمیل و پیام رسان، هنوز ایراد دارن، به طور کامل نمیتونن منتقل بکنن چون در حقیقت کاربران ایرانی یا استفاده نمیکنن مثل پیام رسان یا موتور جستجو، اصلا از لحاظ بیزینسی شکست خورده است. اما در زمینه مثلا خدمات ابی و سایر خدمات پایه‌ای که چنین شبکه‌ای احتیاج داره تونستن موفق باشن. بنابراین روز به روز اینها دارن پیشرفت میکنن، در این حال دنیای آزاد هم روز به روز روش‌هایی رو ارائه میده، اما متاسفانه روند برعکس، این جمهوری اسلامی محدودتر و محدودتر داره میکنه کاربران. مهدی سالمی‌فر همراه ما بود، روزنامه‌نگار حوزه فناوری مقیم کانادا.